بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولن أداهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لن الجبت والطاغوت والنأفل بعدد فضائل أمير المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. توفیق داریم در ایام فاطمیه به فراخور زمان پیرامون مقامات و جایگاه حضرت صدیقه سلام الله علیها با هم گفتگو کنیم. ان شاء الله به برکت این معرفت اندوزی نسبت به آستان حضرت زهرا سلام الله علیها، خداوند معرفت اهل بیت و محبت و ولایت اونها رو در دل ما هرچه بیشتر و بیشتر بفرماید. یکی از مطالبی که معمولا در ایام فاطمیه و به فراخور شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میشه، واقعه و داستان باغ فدک هست. خیلی از افراد سوال میکنن و برایشون این مطلب هست که مگه فدک چه جایگاهی داشته است که حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر رو این مطلب تاکید کردند. ما در طول تاریخ زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها جایی نداریم که حضرت در بین مردم سخنی گفته باشند، بخواهند برای مردم سخنرانی داشته باشند، در بین مردم بیایند. برعکس اون مطلبی که شاید خیلی از افراد میخواهن این مطلب رو جا بیاندازن که حضرت زهرا در بین مردم بودن و در جایگاه و در موارد مختلف و در مواضع حساس به بین مردم میآمدن و برای اونها گفتگو میکردن. نه، اینطور نبوده. تنها ما یک خطبه فدکیه بیشتر بر از حضرت زهرا سلام الله علیها نداریم. پس نشان دهنده این موضوع است که چقدر این داستان اهمیت داشته است که حضرت زهرا سلام الله علیها برخلاف رویه‌ای که در طول این سالها در زمان حیات پیغمبر اکرم و حتی در چند صباحی که بعد از شهادت پیغمبر اکرم در قید حیات بودند، سخنی نگفتند مگر تنها در خطبه فدکیه. و اگر گفتگوی دیگری هم داشتند، تنها با زنان مهاجر انصار بوده است که برای اونها نیز گفتگوی داشتند و از اونها خواستند که اونها برای شوهران خودشون پیغام حضرت زهرا سلام الله علیها رو برسونند. اولا این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که باغ فدک که اهل یهود به پیغمبر اکرم هدیه دادن، به چه واسطه ای و به چه دلیل پیغمبر اکرم این باغ رو به حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه دادن؟ اگر مراجعه به آیات قرآن داشته باشیم، در ذیل آیه و آت ذل قربا حقه، ای پیغمبر حق ذوی القربای خودت رو پرداخت کن، ائمه علیهم السلام فرمودن که خداوند به پیغمبر اکرم امر میکند که باغ فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه بدن به ازای خدمات و فداکاری هایی که حضرت خدیجه سلام الله علیها برای پیغمبر داشتند. هیچ کس فراموش نمی کند که اگر خدمات حضرت خدیجه سلام الله علیها و تمام ثروتی رو که در دست داشتند برای دفاع از حریم پیغمبر اکرم در طول حیات خودشون خرج کردند، خداوند برای تنها وارث حضرت خدیجه و برای تنها باقی مانده از حضرت خدیجه، حضرت زهرا سلام الله علیها، به ازای اون خدمات به پیغمبرش امر می کند تا باغ فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه بدن. و این مطلبی بوده است که همه مسلمانان می دانستند، مطلب پنهانی نبوده است. اما به هنگام غصب فدک چرا کسی نمی آید و شهادت به این مطلب بدهد؟ اما چرا فدک رو قصد کردن؟ داریم به هنگامی که در سر سال برای پخش میوه های باغ فدک و توزیع اون و ثروتی که از قبال این باغ برای بنی هاشم و برای حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علی علیه السلام می رسیده است، مبلغ بسیار زیادی بوده است و اون کسانی که خلافت و حکومتی رو به دست آوردن ترسیدن که مگر می شود ما به مردم حکومت کنیم و چنین ثروتی در نزد اهل بیت و بنی هاشم باشه. پس همانطوری که خلافت از اونها غصب شد، میبایست منابع اقتصادی اونها هم حذف بشه تا یک موقع اینها به این شکل منابع اقتصادی در دستشون نباشه. اما دقت کنیم، باز حضرت زهرا برای این مطلب نمی آیند
و بخواهند که دفاع بکنند و فدک رو پس بگیرند. برای توضیح این مطلب اشاره میکنیم به روایت موسی بن جعفر علیه السلام که در زمان هارون رشید، هارون در یک مجلسی به خدمت امام کاظم علیه السلام عرضه میداره که من میخواهم فدک رو به شما برگردونم. برین و مشخصات و حدود فدک رو برای ما مشخص کنید. امام کاظم علیه السلام برای مشخص کردن حدود باغ فدک شروع میکنن تمام سرحدات مرزهای اسلامی رو بیان میکنن. هارون تعجب میکنه، میگه این حدودی که شما مشخص میکنین کل حکومت منه، که میدونیم هارون الرشید بالاترین و بیشترین وسعت در حکومت ها رو در بین خلفای بنی امیه و بنی عباس داشته. موسی بن جعفر علیه السلام تمام سرحدات مرزهای اسلامی رو مشخص میکنن. هارون تعجب میکنه، یا آقا من تا اونجایی که یادمه فدک یک باقی بیشتر نبود، اون هم در مدینه، چرا اینقدر وسعت پیدا کرده؟ امام کاظم علیه السلام میفرمایند بدان ای هارون، اگر فدک رو از ما قصد میکردن، الان جایگاهی که بوده است همین جایگاه سرحدات اسلامی بوده است. یعنی فدک با خلافت و با حکومت گره خورده بود، دو مطلب جدا نبود، و اگر قرار باشد برگردد همه اصلش میبایست برگردد، نه تنها باقی که در گوشه ای از مدینه باقی بوده است. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها برای دفاع از حق امیرالمؤمنین که یک پیوند ناگسستنی با باغ فدک بوده است، خطبه فدکیه رو بیان میکنن. و بر ماست که به عنوان کسانی که ادعایی بر محبت و پیروی از اهل بیت علیهم السلام داریم، حتما یک بار خطبه فدکیه رو مطالعه کنیم، بدانیم که حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه در دفاع از این مطلب برمی آیند و چگونه دیگران حق حضرت زهرا سلام الله علیها رو با همه استدلالات قرآنی، روایی، تاریخی و همه مطالبی که حضرت می‌فرمایند، باز حق حضرت رو از اونشون غصب می‌کنند. و یکی از مهمترین نکات این هست که وقتی افراد و قاصب اول از حضرت زهرا سلام الله علیها شاهد می‌خواهد، حضرت زهرا سلام الله علیها به این آیه اشاره می‌فرمایند: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ای افراد، بدانید که خداوند ما را طاهر و مطهر قرار داده است، و مگر می شود از کسی که عصمت الهی داشته است و خداوند او را مسئول از همه خطاها قرار داده است، تو از این فرد شاهدی بخواهی؟ و شهادت خواستن از برای اعلان مطلب او و برای اثبات مطلب او، طلب شاهد نشان دهنده کفر هر شخصی است که منکر صریح آیه قرآن شده است. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها بیان می‌دارند که مگر به آیه قرآن کفر ورزیده این که از من صدیقه طاهره مطهره طلب شاهد می‌کنید؟ پس بدانیم فدک به وسعت این تاریخ است. فدک تنها باقی در گوشه‌ای از مدینه نیست، بلکه تا بلندای تاریخ این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها و این مطلب باقی میماند که ولایت امیرالمؤمنین، خلافت امیرالمؤمنین و حق امیرالمؤمنین از باغ فدک ناگسستنی است و تنها جلوه‌ای از مقامات اونها و از دارایی‌های اونها بوده است که حضرت زهرا سلام الله علیها برای دفاع از این مطلب به پا خواستند. و در خطبه فدکیه بارها بارها می‌بینیم که فدک بهانه است برای بیان ولایت امیرالمؤمنین. فدک بهانه است برای دفاع از حق غصب شده امیرالمؤمنین. و این مطلبی است که در طول تاریخ غیر قابل انکار است. از خداوند بخواهیم ان شاء الله به برکت معرفت نسبت به اهل بیت علیهم السلام و حضرت صدیق سلام الله علیها، ما را در مسیر دفاع از آستان اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم بفرماید. اللهم اجل لولیک الفرج، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.